مترونوم وسیله‌ای که با ایجاد صدا به نوازنده کمک میکنه تا ضعف‌های هر میزان رو به درستی رعایت کنه و سرعت نواختنش در طول اجرا کم یا زیاد نشه. مترونوم ها انواع مختلفی دارن. مترونوم های مکانیکی، دیجیتالی، نرم افزاری و آنلاین. بر اساس تجربه شخصی بهترینش مدل دیجیتالی برند موزیدو هست. هم قیمت مناسبی دارن، هم جابجاییشون راحت و اصلا خراب شدن تو کارشون نیست. مترونوم های مکانیکی هم خیلی گرونن، هم جابجاییشون سخته. بعد یه مترونوم های نرم افزاری و آنلاین هم اینه که با اومدن یک پیام کل حواسمون از روی تمرین برداشته میشه و میریم توی دنیای دیگه. مترونوم های دیجیتالی و نرم افزاری شامل سه قسمت هم. قسمت اول بیت هست که میشه تعداد ضرب های ما در هر میزان یا عدد بالای کسر میزان. برای مثال برای کسر میزان 2-4 بیت رو باید بذاریم روی 2. برای کسر میزان 3-4 بیت رو میذاریم روی 3. 4-4 بیت روی 4. برای کسر میزان 6-8 سنگین که در واقع همون 6-4 هست بیت رو میذاریم روی 6. برای کسر میزان 6-8 شاد که یک کسر میزان ترکیبی 2 ضربیه بیت رو میذاریم روی 2. شکل ضرب زدنمون باید 3 تا نوت چنگ باشه. قسمت دوم شکل اجرای هر ضرب کسر میزنه. اگر بیت روی 4 باشه و شکل ضرب زدنمون نوت سیاه یا عدد 1 باشه، هر ضرب میزان رو به صورت یک نوت سیاه برامون اجرا میکنه. 1 2 3 4. اگر شکل ضرب زدنمون رو بذاریم روی نوت چنگ یا عدد 2، هر ضرب میزان رو دو تا نوت چنگ برامون اجرا میکنه. 1 و 2 و 3 و 4. و میتونیم با تغییر این قسمت هر ضرب میزان رو به شکل‌های مختلفی اجرا کنیم. قسمت سوم تمپو یا سرعت اجرا کردنمونه که با بی پی ام نشون میدن و مخفف بیت پر مینت هست. تعداد ضرب‌ها در یک دقیقه. وقتی این عدد روی 60 باشه، یعنی در یک دقیقه باید 60 ضرب بزنیم. 1 2 3 4. هرچی این عدد رو ببریم بالاتر سرعت اجرا کردنمون بیشتر و بیاد پایین تر کمتر میشه. تمپوهای پایین باعث افزایش تسلط و تمپوهای بالا باعث افزایش سرعتمون میشه. همیشه باید تمرینات رو با سرعت پایین شروع کنیم و بعد که دقیق و درست اجرا کردیم 5 تا 5 تا یا 10 تا 10 تا تمپو رو ببریم بالاتر. ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو همراه من بودید. هر سوالی هم راجع به مترونوم و عمل کردش داشتین برام کامنت بذارین. توی اولین فرصت جواب میدم. خیلی مخلصیم.